بعضی از حکومت ها مشکل دارن با آرتیست های مستقل، چون میگه وقتی داره صحبت مستقل میکنه ممکنه با ایدولوژی من نخونه. خیلی سفت و سخت داری شقی پور ازش حرف کشیدن. خود هنرمند هم خرابکاری زیاد کردن. ورود شما به موسیقی حرفه‌ای پاپ با آقای بابک بیات گره خورده یا نه؟ یک اسم بزرگی هست و هرشک داریش خواننده معمولی نیست. عادی نیست. تو میخوای بری پیکنیک برنمی داری ظرف چینی با خودت ببری. آفرین، یه بار مصرف، می‌بری یه بار استفاده می‌کنی میندازیش دور. خب موزیکای یه بار مصرف هم فلسفه‌اش همینه. تو با داریش تجربه کار داشتی دیگه. کار با خواننده‌های داخلی راحت‌تره یا خواننده‌های اونور آب؟ شهرام مانی راهنماییش من بهش آره شهرام. خب تبدیل شد به مانی راهنمایی، شکل گرفت. چند تا برنامه راجع به موسیقی ساخته شد؟ هیچ. پس تو با کار فیلترینگ موافقی دیگه؟ 5 ماه گیتار گرفته دستش میره رو صحنه و هنوز سازو نمیتونه کوک کنه. 30-40 سال تلویزیون به شدت تخریب کرد موزیکو. مدیونی دیگه فکر کنید این نظر خیلی جدی بوده. 10 تا 20 تایی که الان خیلی دارن کنسرت میدن و مثلا این اگه بذاری کنار هم دیگه توشون یه دونه خواننده سالم در نمیاد. خب زینب جان آهنگو پخش میکنیم کار اول رو. بابا افتاد بابا نوم داد حالا نوبته. من شهرام هم خودشو دوست دارم، هم صدا شد شهرامو که استاد بیات اسمشو عوض کرد، اسم پسر مرحومش رو گذاشت رو شهرام که شد مانی دیگه. یعنی تو اراده کنی خواننده بشی میشی دیگه؟ اراده هم نکنی خواننده هست. موقع من برای مجوز حمل و نقل درامز 6 ماه رفتم اونورم تو فاجعه واره، یعنی معلم های موسیقی هم با اقسام کلاهبرداری رو دارن میکنن. من میام به اونی خواننده مستقل میرم میام آقا من میخوام مجوز بگیرم. خیلی هم خوبه، خب فکر کن در سطح بالا. بعد یه تهیه کننده ای که ارتباطات و روابط داره تو ارشاد میره برای یه خواننده بسیار داغون 24 ساعته مجوز میگیره، کنسرتش هم برگزار میکنه. من هنوز باید تو اون راه را بودم و برم و بینم. سیستم معیوب معیوبه دیگه، فشل دیگه، معیوب بروکراسی دولتی و اونجور چیزا هست، مافیا پروری است. آره، یعنی این باگ خانه موسیقی و انجمن صنفی و اینجور جاست. ذاتن که سیستم جمهوری اسلامی با موسیقی مشکل داشت به ذاته، یعنی شروع بای بسم اللهش اومدن ساز شکستن، ممنوع کردن، بستن. یکی از استادای بی‌نظیر صداسازی و کار صدا و خوانندگی و آموزش و همه اینا، فقط حیف که الان رفت. من شنیدم که ممرزا رفته امریکا زندگی میکنه. برای قاسم افشارم من اولین کاری که کار کردم هیچکس نگفت ایبی. من میگم یه حسرت همیشه میخورم، میگم چرا خواننده‌های زن نمیتونن بخونن. ای آقا دلت خوشه. ببین الان چه سیستمی بالای سر ما اومده، این از روی کره مریخ نیومده، از خروج همین مردم اومده بالا و حکومت کرد رو سر ما. مهرداد شه سوارزاده مدعی اینه که من اولین آلبوم موسیقی پاپ رو دادم به بازار، اون وقت خشایار اعتمادی هم ادعا میکنه که من اولین آلبوم رو دلشوره اگر اشتباه نکنم اون آلبوم رو دادم تو بازار. واقعا کدومشون درست میگن؟ ببین من چون جفتش در جریان بودم، تلویزیونم که کلا تعطیل شده بود طبیعتاً. اونایی که دوست داشته باشن این وادی رو ببینن و بیاموزن از حرفای داریوش تقی‌پور، به نظرم باید بشن تا تهش رو نگاه بکنن.